به نام خدا سلام وقتتون بخیر سلیمان نبی مورچه ای رو گرفت و با او صحبت کرد که تو در طول سال چند دانه روزی میخوری و غذا میخوری گفت من سه دانه در طول یک سال حضرت سلیمان او رو گرفت و داخل یک جعبه ای قرار داد و سه دانه هم همراه او نهاد بعد از یک سال اومد و به مورچه سر زد مورچه گفت من یکی و نصفی دونه خوردم سلیمان نبی تعجب کرد که تو که گفتی من سه دانه میخورم چرا یکی و نصفی خوردی؟ پاسخ داد آن زمان که آزاد بودم با این نگاه که خداوند روزی رسان من است به راحتی سه دانه مصرف میکرد اما ترس این داشتم که توی نبی مرا فراموش کنی لذا احتیاط کردم یکی و نصفی دونه خوردم و یکی و نصفی دانه رو نگه داشتم ذخیره که مبادا به فراموشی شم و به گرسنگی مبتلا خیلی از ما همین جوریم به خدا توکل نمی کنیم و برعکس این مورچه عمل می کنیم فکر می کنیم آدمای دور همیشه یاد ما خواهند بود در حالی که خداوند است که ما رو فراموش نمی کند و همواره روزی ده ما خواهد بود. هنگام نماز آمده است موقع راز و نیاز آمده است گوش کن میشه نویبان یه خوش آهنگ عزا. عزا. از آهنگ از مهربان داور ما منتظر است مونس سو یاور ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا به سپاریم دمی دل به خدا به دمی دل به خدا یا تو را میخوانه بهترین کار تو را میخوانه بهترین کار تو را میخوانه بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز بیا بسم الله الرحمن الرحیم افبدا امری الله ان الله بصیر بالعباد با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان بینندگان عزیز خواهران برادران ایمانی سلام وقتتون بخیر و امیدوارم که تندرست باشید هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر ما را از شهر کریمه اهل بیت میشنوید آرزوهای خوب و سلامتی در این ماه پرخیر و برکت رو برای شما دارم همه ماهها رحمت خدا و برکات او بر ما نازل میشه که اگر غیر از این باشه ما آدم ها هیچ چی نداریم چون هر چه هست تو فیل نگاه مهربانانه خالق ماست که رزاق است و مهربان اما در یک سری زمانها و ماهها و وقتها خدا انایتش رو دو صد چندان میکنه ببخشید برای تفهیم کلامم اینگونه مثال میزنم دیدید یه وقتهایی حاجی بازاری با اینکه حواسش به فقرای دوروبرش هست منتها اصطلاحا بار عام میده یک سفره پهن میکنه تمام فقرا و حتی دوستانش رو دعوت میکنه و میگه که شما سر این سفره آزادانه بهره ببرید یه زمانی هم هست که خاصها رو دعوت میکنه ماه رجب از اون دست ماهایی است که هم خاصان دعوتند و هم بار عام خداوند متعاله خاصان نایی که بهتر و زیباتر در این ماه بهره میبرند لذا روز قیامت وقتی میفرمایند عین الرجبیون یک جماعتی هستند که لبیک میگویند یا اصطلاحا دستشون رو بلند میکنند و عرض حاجت و ارادت میکنند اینها جز خاصان این ماه هستند اما خدا توی این ماه که مخصوص خودش قرار داده گفته سوال نکرده میبخشم و افزون بر آنچه نیاز است میبخشم پس ذهی سعادت اون کس که بفهمه و کولبارش رو در این ماه برداشت بکنه برای خودش و بهتر استفاده کردن از شما میخوام که لحظات این ماه رو قنیمت بشمرید و کول بارتون رو پر کنید از جمیع خوبی ها ممنونم بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ای <سؤال> کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید صدق الله خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون برنامه بر وال ملائک و امیدوارم که امروز به گونه ای رقم بخوره که بتوانیم بهره دو ست چندان ببریم فیضی به تعبیر خودمون برسانیم و فیضی هم بگیریم فیض گرفتن از جانب شما حضور گرمتون پای این گیرنده است و انشاءالله انرژی مثبتی که حتی با فرسنگ ها فاصله میتونه به ما برسه خیلی ممنونم و اما آیات و روایاتی که در رابطه با براعت در قرآن آمده و ما هر روزه داریم تقدیم شما خوب آن میکنیم آیه 37 سوره ماعده این چنین میفرماید همیشه و همواره آرزو و اراده خروج از آتش دارند اما هرگز از آن بیرون نخواهند آمد و برای آنهاست عذابی پایدار و پاینده ابو بسیر که از شاگردان خوب و فهیم امام صادق صلوات الله و سلام علیه است میگوید که سوال کردم و از امام باقر هم این مطلب رو شنیدم که برای شما بیان میکنم دشمنان امیر مؤمنان همواره ابو بسیر راوی است این روایت را رو از امام باقر در زیل این آیهی که دیگران تمنا میکنند که از آتش جدا بشن بیرون بیاین حضرت این گروه رو داره معرفی میکنه در یک پاسخ بسیار کوتاه. دشمنان امیر مؤمنان همواره و علد دوام در دوزخ ماندگارند همان گونه که خداوند متعال فرموده است و ما هم به خارجین من النار و هرگز از آتش جهنم بیرون آورده نمی شوند. تفسیر عیاشی جلد یک صفحه سی سد و هفته. آری خداوند متعال برای هر عملی راه فراری رو گذاشته الا برای کسانی که با علی مرتضا دشمنی میکنن اگر در سیستم تو مخالفت و ناآرامی و ناسازشکاری با مسیر ولایت امیرالمؤمنین داره آگاه باش تو مسیر شیطانی اولا دو وعده تو و وعدگاه تو جهنم خالد یعنی ابدی و دائمی است الا اینکه خودت رو نجات بدی و از این فضا بیرون بیای و در مسیر و تبعیت امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار بگیری و الا خدا توی موضوع ولایتش هیچ تعارفی رو با کسی نداره به سراحت بیان کرده جهنم رو با حضور اونها پر خواهم کرد التماس داده judges uh... حتى تسكنه له ارضك وتمتعه <تسكيله> فيها هاته <تهيل الله> برحمتك يا ارحم سلام و درود و رحمت بی پایان خدا به یکایی که شما بینندگان در خدمت جناب آقای حکیم رزوی قومی هستیم و انشاءالله لحظات خوبی رو با هم رقم خواهیم زد آجا و سلام نهیم سلام بریم خوش آمدید سلام آمدیم در خدمتون هستیم اعوذ بالله من شیطان رژیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام از دارم کنم خدمت شما و بینندگان عزیز و ادامه میدیم بحثمون رو با مبحثی که چهارشنبه در خدمت عزیزان هستیم بعد. در مورد درمان خانگی خاند. و چیزهایی که بتونیم فعلا اورژانسی یا دم دستی بیماری خودمون رو یه مقداری کاهش بدیم اگر بیماری باشه و خیلی از این که عرض می‌کنیم بارها هم گفتیم میتونه برای پیشگیری هم مفید, مفید باشه چون مواد غذایی دارو نیست چون ما دارو به عنوان پیشگیری در روایات نداریم. نداریم و نهی میشه از اینکه بخوایم با دارو پیشگیری بکنیم الا درمان با دارو ما داریم ولی بعضی خب اعتراض میکنن البته بجز جز که در روایت هست اونا که از بحثش مجاز است بعضی اعتراض میکنن پس چرا میگید مثلا فلان غذا رو بخورید که پیشگیری باشه از درمان شما و از بیماری ها اون دارو نیست داروه که من شده الا بعضی از داروها که خود اهل بیت سفارش کردن برای پیشگیری و الا مطلق دارو پیشگیری نداری یکی از مواردی که در درمان ها اهل بیت علیهم به سفارش میکنن من اولین این پی رو عرض بکنم بعد وارد مبحث خودمون بشیم اه، اهل به دلیم و سلام چند تا چیز رو به عنوان درمان میشورن بجز خوردن و آشامیدن که حالا مثلا داروهای گیاهی است یا غذا که ما اکثرا تو این کتاب داریم در موردش بحث میکنیم بعضی از اعمال هم باعث درمان میشه مثل هجامت کردن مثل فست کردن مثل زدودن موهای زائد بدن اینها چیزایی که خودش یه جور درمانه هم پیشگیریه هم درمانه لذا شخص سالم هم که از سال یک یا دو بار سفارش شده هجامت انجام بده فست مثلا چند سالیه بار خوب انسان یک خونی اضافه از بدنش تخلیه بکنه فضولات خون تخلیه بشه و بدن خون جدید جایگزین بکنه بله. اینا چیزایی که به عنوان درمان مطرح میشه یکی از چیزهایی که به عنوان درمان تو روایات مطرح شده لفظیه که ما اصطلاحا به معنای حالا یکی از اون معانیش میشناسیم میشون هم استفراقه استفراقات که در طب معنا میشه اون چیزی که در طب به اسم قی هست یعنی برگردوندن قضا و قی کردن و ما بهش میگیم استفراق یعنی تو عوام. عرف بهش میگن استفراغ در صورتی که بالا آوردن بله در صورتی که استفراغات هر چیزی که زائد باشد در بدن و دفع بشود بهش میگن استفراغ خود ادرار هست مدفوع م. هست عرق هست موه زائد هست و چیزی که انسان بالا میاره که لفظ دقیقش اگه کسی خواهد بگه قی کردنه درست این بالا آوردن از سمت مجاریه از طرف میلیون مهدی چیزی که میاد بالا قی کردن احسن. ولی خروجای دیگه استفراغ بله به همه نگاه اینا... طب بله. به همه اینا استفراغ میگن ولی این استفراغ که از مد اتفاق, میافته میفته قی بهش گفته قیب. میشه که ما حالا به این قی کردن لفظ عام رو براش استفاده میکنیم از بله. غذا توی فقه هم به این عمل قی میگن بله قی کردن میگن فقط این ذهنیت رو مردم دارن که اگر دستی انجام بشه انگشتی وسیله توی حلق بکنیم که این حالت تهوع و قی ایجاد بشه اینو میگن قی ولی اگر خود به خود بالا بیاد حالا بر از یک آرزه یا مثلا حالا رفلکس‌های های معده اونا مردم هنوز به استفراغ میخونن نیا چیزی که از معده خارج این میشه آیا تفاوت واقعی یا نه در مورد این تفاوتش لفظ تفاوت نمیکنه یعنی به هر دوش میگن استفراغ یا دهان, دهان قی به اون قی کردن فقط به اون قی عمدی میگن به اون قی غیر عمدی گفته میشه حالا تفاوت اینها رو هم امروز میخوایم بیان بکنیم چون بحثی که امروز داریم درمان حالت تهوع حالت تهوع اول اینکه چی میشه انسان حالت تهوع میگیره خودش چکار چه کار میکنه چه مزاج هایی بیشتر توش این اشخاص درگیر میشن و چه اتفاقاتی براشون میفته و اینکه درمانش چی میتونه باشه و چه کار بکنن که آرامش پیدا بکنن اول اینکه قی کردن بگیم به اختیار خود انسان نباشه که انسان بگیم به قول خود حالت تهوع پیدا میکنه مم. و ایجاد مشکل و خلل تو زندگیش میکنه نمیتونه غذا بخوره اوقاتش تلخ میشه بالاخره روزش خرابه حالش خوب نیست اصلا لب به غذا نمیتونه بزنه اگر طولانی مدت بشه که باعث لاغر شدن و ضعیف شدن شخصشون وارد شدن به معده لازمه بدنه اگه غذا نخواد وارد بشه هضمی صورت نمیگیره هضمی نباشه کبد تولید اخلاط نمیکنه اخلاط نباشه خب بدن یواش یواش تحلیل میره هم. به خاطر همین این باید درمان بشه یعنی به عنوان یک بیماری شناخته میشه وقتی که طولانی مدت بشه یعنی یک لحظه دو لحظه یه ساعت دو ساعت نیست که طرف مثلا حالا یه تصویری یا دیده حالت پیدا کرده یا یه غذای بدی دیده یا مثلا طبق عادت مثلا یه چیزی که صف بوده نرم بوده چی بوده هر کسی یه حالی بر خودش داره دیگه مثلا خورده حالا تعوی گرفته خب این قابل رفعه ولی نه یه موقع مثلا مثل زن باردار که حالا ویار بهش میگن این دائما حالا تعو داره خب این بدن باید تامین بکنه جنین بله بدن مادرم باید تامین بکنه و اصلا این حالا تعو اجازه نمیده غذا بخوره خب جنین داره جای خودش رو باز میکنه یه مقداری از معده رو شاید بگیره شاید مثلا فشار رو بدن باشه هورمونا به هم میریزه به هر دلیلی این ویار تو اکثر خانم ها به وجود میاد سه چهار ماه اول معمولا هست کم کم بعد بدن بهش عادت میکنه و از بین میره ولی چه اتفاقی مثلا باید بیفته چه کار باید بکنه که این کاهش پیدا بکنه تو همین بحث درمانی امروزی که انشالله خدمت پس این یکی از عواملش میتونه ویار باشه مسمومیت غذایی میتونه باشه شخص غذایی خورده که مسموم بوده و این طبیعت خود بدن با حالت تهوع و, و اصلا برگردوندن این قضا رو میخواد دفع کنه که وارد سیستم گوارشی بدن نشه چون اگه وارد بشه بره تو کبد کبد نابود میکنه از کبد وارد خون بشه خون نابود میکنه و تمام اعضا تحت تاثیر قرار میده لذا همون اول بدن برش میگردونه میگه اصلا تو این حق نداری داخل سیستم بدن پس یک نوع دفاع از بدنه سیستم دفاعی بدن فعال میشه و این قی اتفاق میفته یکی از مواردی که خیلی استفراغ توش یا این قی کردن برای طرف حالت تهوع به وجود میاد افرادی که مزاج صفرا دارن صفرای داخل معده که زیاد بشه باعث میشه که طرف اشتهاش از دست بده شدیدتر که بشه باعث میشه که طرف اصلا غذا رو نتونه تحمل بکنه و برگردونه معمولا افرادی که سفرای شدید دارن حالا تحوی صبحگاهی دارن چون شب تا صبح چی نخوردن اسید مده سفرای مده زیاد شده و صبح که پا میشه میگه اصلا صبحانه نمیتونم بخورم بخورم برمیگردونم باید یه چند ساعتی به خودش مهلت بده یواش یواش با فعالیت بدنی مقداری تحرک ایجاد بشه صفرا کمتر بشه بعد پذیرش قضا یعنی یه دون از عوامل... بشه ایجاد صفرا عدم فعالیت نه نگاه کنید این کم که تو بدن بدن استراحت کرده معده خالی بوده نداره بدن خالی بوده و معده یعنی خالی بوده معده تخلیه شده چیزی توش نیست اسید خالصه اه. این ایجاد حالت تعوارش میکنه این کم کم یه مقداری آب میخوره نمیتونه یه وعده غذا آره، بخوره وعده کامل یه تیکه مثلا بیسکویت میخوره یه تیکه نون میخوره میگه مثلا یه چیزی میتونم دهنم بذارم ولی شما من میگو بشین مثلا یه فصل. آره حلیمی بخور آشی بخور صد درصد حالا به هم میخوره اصلا همچی کاری نمیتونم بکنم این کم کم یه چیزی که میره تو معدش این تحلیل میره اسیدها کم میشن این اون وقت اشتهاش باز با. میشه و میتونه غذا مصرف کنه نه اینکه اگر هیچی هم نخوره مثلا ظهر بشه میتونه غذا بخوره نه اگه به همون حال بذاره باقی بمونه ریز بله بکنه کم که کم یه مقدار رو رقیق که بشه, بشه. باعث بشه غذاشو بتونه مصرف کنه خب حالا این میتونه با زیاد شدن همین صفرا طولانی مدت بشه یعنی طرف تو شبانه روز ما دیدیم خیلی اصلا سفرا شدید دارن شبانه روز حالت تعو دارن یعنی صرف اینکه زنده بمونه خورد خورد یه غذایی رو میخوره و هضم میشه و جذب میشه و الا اصلا میگه ما یه وعده غذا کامل من نمیتونم بخورم همیشه حالت تهوع دارن تو تابستون بیشتر میشه آفتاب بشون بخوره بیشتر میشه توی ماشین حالت تهوع بشون دست میده چه کسایی که سفرای بالا دارن و همین اتفاق براشون میفته ارتفاع زیاد یا مثلا اشخاصی که دریا زده میشن صفراوی ها زودتر دریا زده میشن شاید برای همه اتفاق بیفته ولی برای اونها چون آمادگیش دارن شدیدتر اتفاق میفته خب حالا اینها مواردی هست که انسان حالت تعوی بهش دست میده در اسلام ارز کردم یکی از درمان ها درمان های غیر دارویی قی کردن, کردن. بله. خب این چطور درمانیه رو هم داره خودش. این چطور درمانیه که ما داریم بهش میگیم بیماری عذیت میشه الان ما داریم میگیم شخصی که صفحه شدید داشته باشه یا شخصی که غذای مسموم مثلا خورده باشه کسی که ویار داشته باشه این همش حالت تهوع داره خب اگه این حالت تهوع درمانه پس چرا ما الان میخوایم درمان حالت تهوع بیان بکنیم این حالت تهوع با اون حالت تهوع تفاوت میکنه ما یه حالت تهوعی داریم که انسان ناخودآگاه براش ایجاد میشه و اذیت و آزار براش داره این همون کلامی که شما فرمودید این و در اختیار انسان نیست این بیماریه و نیاز به درمان داره مثل اون صفرای زیاد ما مجبوریم درمانش بکنیم تا حال طرف خوب بشه یه موقع شخص حالت تهویی ندارد ولی مشکلی دارد که اگر قی بکند مشکل برطرف میشه این قی کردن درمانه یعنی چی؟ مثلا طرف میاد میگه آقا من دل درد خیلی شدید دارم چه کار باید بکنم؟ میخوام این دلدرد رو برطرف بکنم طبیعی که میونتش میگه که آقا این غذا تو معده تو فاسد شده این غذا رو مثلا با این غذا خوردی مثلا خربوزه با اصل خوردی تخم مرغ با ماهی خوردی فلان غذایی که مثلا با هم نمی سازگار بودن سازگار نبودن مصرف کردی یا غذا زیاد خوردی این معده قفل کرده تنها راه درمان تو قی کردنه این قی درمانه که به اختیار خود شخص هم اتفاق میفته یعنی حالا دست گلو میکنن یا یک سری داروی گیاهی میدن که حالا تحوی ایجاد میکنه یا الان داروی شیمیایی هست که مثلا طرف مسموم شده داره چیز مثلا شیمیایی داره شیمیایی مثلا خورده یه قرص بهش میدن میخوره تمام معده رو با حال تبو به نوعی رفرش گارد. کردن و حالا امروزیش میشه بازیابی تنظیمات کارخانه قدیم می, می کردن قدیم به دستور اتبا سالی یک بار با یک سری قضاهای خاص میخوردن میخوردن این تمام عفونت معده رو می کشید تو خودش و مخصوص خودشون قی میکردن و اونو بر می گردن. یعنی یه جور پاکسازی باید. میکردن میدهشون حالا خب الان تکونی که آره میده تکونی هم. میکردن این پاکسازی اتفاق میفتن حالا, می حالا این پاکسازی این همون یکی از درمان هاست این چیزی که ما الان داریم در, موردش بحث میکنیم و میخوایم راهکار بدیم که شخص حالت تحوه ناخداگاه خودش رو که نشعت از یک بیماری دارد تو درمان بکنه الان به این میخوایم صحبت بکنیم اون حالت تهوعی که ارز کردیم از مسمومیت ایجاد میشه اون یک بله. سیستم دفاعیه و اون نباید درمان بشه اون باید بذاریم بدن عفونت و فساد و برگردونه خارج بکنه تا اینکه باعث فساد کل بدن نشه, نشه. این هیچ ولی حالت تهوعی که انسان رو داره از پا در میاره طولانی مدت شده و اجازه دریافت مواد غذایی به انسان نمیده این باید درمان میشه یکی از درمان هایی که در اهل بیت نسبت به اشاره کردن خوردن به به خیلی کمک میکنه حالا شخص میگه الان فصل به مثلا نیست که الان فصلش هست البته بله. و میتونه معمولا از چون فصلش پاییزه ولی تو زمستون هم یه روز آخرش <applause> ولی اگه فصلش هم نباشه همین بهی که خشک میکنن به عنوان دم نوشه به بله. تو عطاریا توضیح میکنن و میفروشن همینا میتونن دم بکنن به صورت قلیز و مصرف بکنم با یه مقدار اصلی نبات چیزی بسیار در کاهش حالت تهوع کمکشون میکنه و یک چیز تجربی که ما داشتیم در کنار این به اگر زنجبیل و یه مقداری نمک این هم با اون دم بکنن یه مقدار خیلی کمی نمک ها بسیار در از بین بردن حالت تهوع چه در مورد بارداری ویار بارداری چه در مورد صفرا و کسایی که مشکل مثلا معده دارن طرف ضعف معده داره سو حازمه داره و غذا رو برمیگردونه بسیار میتونه کمکشون بکنه در مورد حالت تحویی که برای انسان ایجاد میشه عرض کردیم خب یه مشکلی تو بدن یه موقعی وجود داره که بدن برای اینکه از خودش دفاع بکنه مثلا همون حال تحویی صبحگاهی این معده میخواد اسید اضافه رو برگردونه چون معده رو از بین میبره زخم معده میاره ورم معده میاره و مشکلات دیگه براش به وجود میاره این نمیخواد اینو تحمل بکنه ما یه درمان کلی داریم که از روز بعد از هفته بعد اصلا این کبد و این معده انقدر صفرا تولید نکنن و انقدر اسید معده تولید نکنن که اتفاق بخواد براش بله. بیفته ولی حالا که اتفاق افتاده معده اینو میخواد دفعش بکنه یه طور میخواد برش گردونه بیاد بیرون که این بدن راحت بشه حالت تعویی که بدن خودش برای انسان ایجاد میکنه اگر قبل از این که خود به خود طرف قی بکنه و برگردونه عمدن کاری بکنه که زودتر, زودتر برگردونه. برگردونه این خیلی بهتره تا اینکه بدن خودش برگردونه <تصح> چون وقتی خودش برمیگردونه احتمالاً یه بخشش میمانه یا مثلا خودش بدن دیگه در نهایت نهایت ناچاری خودش تا <تصح> میتونه تلاش خودشو میکنه که این اتفاق بد نرای ایفته. بدن نیفته یعنی یه جورایی یه کار اورژانسی دیگه مثل اینکه مثلا شما تو قطار نشستی بخوای این ترمزشو بکشی خیلی ضربه وارد خیلی ضرر میزنه جریمه سنگینی هم از طرف میگیرن الا اینکه موقعیت خیلی حساس بوده باشه اینم موقعیت اگر خیلی حساس باشه بدن این ضرر رو به جان میخره ولی اگر ما بتونیم قبل از اینکه بدن بذاره به نهایت ضرر برسه چون بدن از تا انتها نگه میداره دیگه ببینه زرد داره معتنا به میشه برمیگردونه قول خودمون دیگه نمیشه کاریش کرد آره ما باید. اگر بتونیم قبل از اینکه این, این بذاریم بدن به اونجا برسه که بخواد کار به به قول خودمون کارت به استخون بخواد برسه دیگه به نهایت ضرر بخواد برسه بدن بخواد برگردونه ما زودتر چرا بذاریم یه مقدارش هم هضم بشه چرا بذاریم اصلا بره توی خون تا بدن بگه آقا نه این اصلا خوب نیست آره. آره همون اول که می‌بینیم یه مقدار حال بده یا نه اصلا می‌بینیم خودمون چیز بدی خوردیم مثلا غذای خوردیم فهمیدیم این غذا مثلا فاسد بوده فهمیدیم این غذا مثلا مناسب ما نبوده این باید برگردونده بشه نذاریم بدن به اونجا برسه خودمون برگردونیم روایت هم داریم قی کردن قبل از اینکه خود بدن قی بکنه برای انسان مفیدتر تا اینکه انسان صبر بکنه یه شما نکنم یه جایی هفتاد تا بیماری رو رفت میکنیم. بله همین روایتش هم هست من تقیع قبل ان تقیع کسی که قیب کنه قبل از اینکه خودش خود به خود بخواد قیب کنه کان افضل من سبعین دوا بهتر از هفتاد تا داروه, دارو برا خودش یعنی بگی آقا من الان خود به خود حالا بدن قیب کنه بعد میرم خودم رو درمان میکنم یه تو میخوای هفتاد جور درمان برای خودت بیاری تا این بدن رو سالم بکنی نظر کار به اونجا برسه خودت خود به خود حالا یا با دست یا با هر چیزی اگه میتونی زودتر غذا تو برگردون تا اینکه نصف آرام بشه بسیار بشهر. عالی یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم با ما همراه باشید و ان این موضوعی که شاید توی تجویزهای مادر بزرگانه به قول معروف هست گاهن میبینیم که پایه علمی داره و پایه روایی داره و ان که اگر مجبور شدیم یک کمچه حرکتی رو انجام بدیم تعلل نکنیم که ضررات بیشتری رو متحمل بشیم

ممنون و سپاس بابت حضورتون و همراهیتون با برنامه خودتون ادامه بدیم اون رو با جناب آقای حکیم رضوی عزیز و دوست و ان الله بتوانیم با این فضا و ذهنیت که داریم کارهای پیشگیرانه و درمان اونم با قضا قبل از اینی که مبتلا بشیم به بحث نیاز به دارو چون به هر حال دارو عقدیم معروف بوده. یه جایی رو خوب میکنه، ست جا دیگر رو خراب میکنه. حالا این داروهای شیمیایی که مطلق به این موضوع رفت داره و همه بر این باور هستیم. حتی یه قرص معمولی سرما آقا میخوری یه قسمتی رو خوب میکنه، چند قسمت دیگه از بدن رو مورد لطمات خودش قرار میده. حالا باز در فضای طب اسلامی و شیعی، بهتره ولیکن باز تاثیرات خودش رو داره و چقدر خوبه همه جاها توی ادارات مختلف حتی توی بحث ای به نام آتش نشانی هم این شعار آمده که ایمنی یا حالا همون پیشگیری توی سیستم درمان بهتر از به قول معروف درمان و یا حالا وقوع اون حادث است پس با این نگاه نگاه میکنیم میبینیم که چقدر خوبه که ما گوش کنیم هم به دستورات بزرگانمون خاصه ذرات معصومین چون خیرش به ما بر آقا در خدمتون مورد بعدی که در این مباعث میخوایم مصرح بکنیم در مورد درمان دلدرده خب یکی از بیماری که شاید خیلی شایع باشه دلدرده و علتهای مختلفی داره ما در مورد این که بگیم همه ها رو الان می‌خوایم اینجا بیان میکنیم نیست ولی زمانمون هم اجازه بله امان. یکی از شایع‌ترین هاش که حالا اینجا بیشتر ما رو همون علت داریم کار می‌کنیم وجود یوبوسته تو روده هاست یعنی به روده ها وقتی که خوب کار نمیکنن یا به هر دلیلی مزاج شخص مشکل داره و این تخلیه خوب انجام نمیشه شخص دچار دل‌درد میشه و این خیلی شایعه یعنی اکثر دل هایی که مخصوصا توی بچه ها حالا اونایی که بچه کوچیک دارن یه موقع اینا مثلا میگه بچه شب به خودش میپیچه و خیلی ازش میپرسی این بچه یو داره یا نداره میگه مثلا دو روز سه روز یه بار رودش داره کار میکنه به خاطر همین راحت میشه تشخیص داد به خاطر همون عدم دفعشه که این دل درد داره و به خودش میپیچه وقتی تخلیه اتفاق میفته حالش خوب میشه. میشه و آرام میشه چند روز دوباره خوب و دوباره تکرار میشه تو تمام سنین اتفاق میتونه بیفته رابط به بی بچه نداره بزرگ سالان مخصوصا وقتی به پیری میرسن اتفاق دوباره توشون تکرار میشه چون اگر خاطرتون باشه تو مزاج ها عرض کردیم در مورد مزاج سن ما یه گردشی داریم این گردش مثل چهار فصلی که میگرده دوباره فصل نو میشه انسان انتهای زندگیش دوباره به همون ابتدای زندگیش برمیگرده یه سری یعنی بیماری هایی که بچه ها دارن دوباره بزرگسال مثل پیر مرد و پیر زن ها دوباره باید. توش تکرار میشه حالات روحی اینا هم دوباره چرخی تکرار میشه دل که نشعت گرفته باشه از یوبوست خب در مرحله اول میشه گفت میتونیم همون درمان یوبوست رو براش بگیم خوردن چیزهایی که ملگه نمیتونه کمک بکنه تو دفع شخص خوردن آب جوشیده و لرم صبح ناشتاست بسیار میتونه کمک بکنه و روده ها رو پاکسازی میکنه و شستشون میده استفاده کردن از مواد غذایی که حالا تو در طول روز مثل خوردن آلو آلو خورشتی حالا تو فصل خودش باشه تو میوه ها آلو مصرف بشه استفاده کردن از روغن های خوراکی نه درمانی نیا مثلا روغن درمانی تو بسته یه اوستاد مثل روغن کرچک خب این اگر یه مقداری کم و زیادشه مسمومیت میاره و خیلی خطر داره ما اصلا تجویز نمی کنیم کسی روغن کرچک بخوره مخصوصا اگه یه موقع زیاد بخوره این موقع براش تزویز میکنم مثلا میگن نصف قاشق چای خوری شما رو کرچک بخور آره ولی طرف خود خودش مثلا یه قاشق پر غذا یا دو تا قاشق بخوره ما داشتیم موارد زیادی که دو مسمومیت میشه ولی روغن زیتون اینطور نیست چون روغن زیتون روغن خوراکیه 5 تا قاشق هم که بخوری چه اتفاقی براش نمیفته اگر اینکه طبعت بر نداره اصطلاحا حالا اگه تمش دوست داشته یا بوش دوستشون یه بحث دیگه است و الا سیستم بدن با خوردن روغن زیتون به مشکل بر نمیخوره خب یکی از چیزهایی که حالت ملین داره و باعث دفع بهتره روده ها میشه همین روغن زیتونه شخص میتونه خام روی غذاش بریزه توی سالادش بریزه توی خورشتش بریزه و میتونه به صورت پختنی مثلا به جای اینکه به برنجش بخواد مثلا روغن دیگه ای بزنه همین به عنوان روغن برنج از همین روغن میتونه استفاده بکنه و تو خیلی از غذاهای دیگه هم قابل مصرفه خب اینها درمان یوبوسته یکی از کارهایی که خیلی به سرعت میتونیم بگیم جواب میده برای درمان یبوست و دل در حالا چه در بزرگستان چه در کودکان بحث تنقیه است یا حالا توی روات اهل بیت بهش هم گفته میشه حقن یا همون تنقیه یا اماله کردن چیز روان که معمولا این الفاظ رو تو ازون دوستان زیاد میشن جز مبتلات روزه که نظر همه فقها ها هست چیزی که روان باشه از طریق مقعده وارد روده ها بشه روزه رو باطل, باطل میکنه. میکنه چون روده ها یه جوری مثل معده جذب داره با... جذب خاطر همین استفاده کردن داروهایی که به صورت شیاف هست میبینید درمان کننده است یعنی کل تو سیستم بدن پخش میشه خاص برای اطفال مثلا توی بحث تبوری بله. خیلی شیاف رو اصلا اونا مثلا برایشون استفاده میکنن شیاف رو استفاده میکنن حالا اه... در مورد یوبوست و دلدرد، درد یکی از چیزهایی که درمانگره و کمک کننده است همین تنقیه است تنقیه توی طب سنتی هم بسیار سفارش میشه تو طب اسلامی هم که سفارش داریم طب جدید هم تنقیه داره و ازش استفاده میکنن یه چیزهایی تو بازار هم اومده بهش میگن کیسه تنقیه و مخصوص همینه که شخص بخواد داروی خاصی رو تنقیه بکنه از مثلا طب جدید اینها رو برای راحتی کار تو دارخانه ها میفروشن تولیش بله بس... میفروشن و استفاده می کنن نگم که فکر میکنن این کارها مال قدیمی ها نه الان میگم اصلا تو نظام پزشکی این کیسه تنقیه چیزی که تو تمام دارخانه ها فروب. و لوازم پزشکی ها موجود هست اساس میتونم برم بخرم و ما هم و عزیزانی که میان مثلا مشکل دارن و میخوایم تنقیه تجویز بکنیم میگیم برید کیسه تنقیه بخرید کاملا بهداشتیه خیلی خوب و شکیل و با استفاده راحت دستور عمل همه چیزم داره خب تنقیه کردن توی بیماری های مختلف موارد مختلف تنقیه میشه مثلا مثل آب آب ولر این یه مورده آب با روغن زیتون تنقیه میشه یه مورده آب با دم کرده بعضی از گیاهان مثل گل ختمی مثلا یه مورده که توی مشکلات مختلف آب و صابون اینها حالا ما به جای مثلا صابون از همون روغن بزداره. زیتون استفاده میکنیم یعنی مثلا ترش آره روغن زیتون یه حالت همون نرم کنندگی رو داره لیز کنندگی که ما میخوایم مثلا صابون داشته باشه این همون رو داره و زمینی که اگر چیزی هم جذب روده شد باز و مفیده. نیست که مفید. بله بله مثلا صابون نیست که مثلا مواد شیمیایی قاطی داشته باشه اینها توی جاهای مختلف مثلا مثل افونت روده از دم کرده گل ختمی استفاده میکنن توی یبوست از آب ولرم استفاده میکنن از روغن توی خشکی استفاده میکنن مثلا خشکی روده ها جاهای مختلف موارد مختلفی تنقیه میشه ولی یه چیزی که حالا بگن آقا ما الان شما در درمان خانگی میگید ما تو خونه نکیس تنقیه داریم نه داری الان من یبوست دارم مثلا همچی کاری میتونم بکنم یا اینکه نه اصلا بگه من هر روز میتونم این کارو بکنم این برای انسان مشکل رو وجود زحمت میاره نمیاره اول اینکه در روایات ما داریم که وجود مقدس رسول الله میفرمایند صالحین امت من اهل تنقیه کردن هم. یعنی چیزی نیست که برای درمان هم اتفاق بیفته یعنی طرف میتونه توی روزمره خودش دو روز یه بار سه روز یه بار هفته یه دو سه بار این کار رو قرار بده سوالی بود که از کرده. اول موضوع خواستم بله. بپرسم که آیا اصلا همین جوریش هم به قول معروف به عنوان همون قی یک سال مرتبه یک اگر مار... طرف به احساس میکنه مثلا دفع خوبی نداره یا احساس میکنه تخلیه کامل اتفاق نیفتاده میتونه از تنقیه کردن کمک بگیره برای دفع کردن کامل فضولات رودانش ولی این شخصی هست میگه آقا من اصلا هیچ مشکلی ندارم یا نه مثل بعضی از های شدید اصلا همیشه بیرون روی دارم خب این اصلا نیاز به استفاده از همچی کاری نداره شاید تا آخر عمرش هم اصلا همچی چیزی نیازش نشه ولی کسی که دائما یبوست داره یا مشکل داره تو دفعش میتونه از تنقیه استفاده بکنه حالا این که عرض کردیم شخص میگه ما کیسه تنقیه نداریم چه اتفاقی میفته چه کار میتونیم بکنیم معمولا اطباء طب سنتی طبق چیزی که تو قدیم اتفاق میافتاد میگفتن اگر شخص بتونه یک شلنگی مخصوص خودش انتخاب بکنه به شیر مثلا دستشوی آب ولر درست بکنه و خودش با همون آب با همون شلنگ چون که احتمال مثلا انتقال عفونت انتقال انگل و چیز دیگه هست آره اینجور نباشه که مثلا شلنگی که همه ازش استفاده میکنن این اتفاق باش بیفته یه شلنگ تمیزی برای خودش مجزا درست بکنه و با اون شلنگ میتونه تنقیه بکنه همیشه هم دم دستشه لازم به این که مثلا بخواد ظرفی درست بکنه کیسه تنقیه پر بکنه یا این اتفاق بیفته اونم نیست به راحتی میتونه برای درمان خودش از این استفاده, بکنه استفاده. خب بحث تنقیه فکر کنم چیز خاصی دیگه ها فقط یه موردی هم که توی تنقیه وجود داره من بگم اگر این تنقیه خیلی تکرار بشه این طرف بی دلیل مثلا هر روز تنقیه بکنه یا یوبوسات هم نده تنقیه بکنه چاقی شکمی میاره ام. چون جذب رطوبت تو روده ها میبره بالا و باعث یه جوری بلغم میشه آب سردم به هیچ تنقیه نکنن یه موقع کلی که روده نمیدونم گرفته یه عضلات توی بدن لگن به خاطر سردی آب شاید اتفاق براشون بیفته و ایجاد مشکل رو کن. حتما آب ولر بشه آب گرم نیاز بود که در کنار آب یک ماده دیگه حالا یا رقیق یا اون دیگه, دیگه کیسه تنقیه باید دیگه باید باشه از باید. اگر نبود اگه نبود خب نمیتونه استفاده کنه مثلا قیفی نمیدونم حالا هم نه نه, نه نه چون یا کیسه تنقیه یه جورایی اه... یه کیسه مانند پلاستیکیه یه سر تیزی داره و این کیسه رو فشارش میدن میذارن تو مواد میکشه تو خودش بعد تنقیه وقتی فشار میدن ماده رو برمیگرده یعنی نیاز به یه فشاری داره که این ماده شیر آب یه فشاری خودش پشتش هست به خاطر همین با حالت دیگه فکر نکنم کسی بتونه حتما قدیم خب با مثلا پوست حیوانات و اینا مثل مشک بله. با چیزا مثلا درست میکردن کیسه تنقیه هست تو تصاویرش هم شاید تو اینترنت بتونن عزیزان ببینن پیدا کنن ولی الان عرض کردم مثل پلاستیک مانند درست کردن اگر اشتباه نکنیم کیسه رو مثل این پواریه که برای بچه ها توی بینی هاشون ولی توی حجم بزرگ بزرگترش احسن خب فرصت هست مورد بعدی بگیم دو سه دقیقه دیگه میتونیم در خدمت مورد باشه. بعدی که برای دل درد استفاده میشه خوردن سیبه که برای دل درد میتونه مفید باشه و خوردن سویق عدسه که اینم برای تقویت معده و مشکلات معده بسیار کمک کننده است که یه سری خواص دیگه هم داره فکر کنم در باب سویق ها هم مطرح کردیم ولی حالا روایتش هم اینجا اومده در روایت حضرت میفهمد که سویق عدس تشنگی رو قطع میکنه لذا تو ماه مبارک رمضان که داریم یواش یواش نزدیک میشیم به این ماه خدا عزیزانی که تشنگی زیاد دارن و کم خونی دارن فقر آهن دارن اینا یکی از چیزهایی که خیلی تو بدای غذایی میتونه کمکش بکنه خوردن سویق عدس تشنگی رو قصد میکنه معده رو تقویت میکنه یا یعنی کسی که درد معده دارن برای تقویت معدهشون بسیار مفیده و حضرت میفرماد در آن درمان هفتاد بیماری است درمان هفتاد نو بیماری است سفرا رو هم خاموش میکنه و درون بدن رو سرد میکنه که ماه مبارک رمضان بسیار این به کار ما میاد مخصوصا یه مقداری فصل حالا توی قوم که ما هستیم رو به گرما گرم میره الان از بعد از دیگه خود امروز دوازده درجه بالای که زمستان هم هست دیگه یه مقداری حرارت بدن بالا میره حرارت معده بالا میره داخل بدن گرم میشه و میتونه سری عوارض برای شخص داشته باشه لذا اگر در هنگام افتار یا سهر یا ما بینش تو بدنش از سویق عدس پر بکنه یا سویق عدس حداقل تو معدش باشه باعث که کاهش دمایی هم داشته. احساس داشت. داشت بکنه و حال بهتری داشته باشه خب این بیماری ها دیگه بسیار. تمام شد بحث جدید دیگه شد نگه داریم برای جلسه بعدی ان برای ماه مبارک یه ویژه خاص رو تنظیم میکنیم از اطلاعات به بینندگان خیلی ممنونم از جناب آقای رضوی عزیز و شما مردم خوب یک فاصله کوتاه و دقایق و لحظات پایانی برنامه ان به سمت خداوند متوجه خواهد شد الحمدلله رب العالمین و خدا رو سپاس بابت نعمت خدمت گذاریم وجود نازنین امام هادی علیه السلام که امروز هم میتوان این بزرگوار رو زیارت کرد و او رو به بزرگی یاد نمود میفرماید من عطاء الخالق کسی که از خدا پیروی کند از خشم دیگران در امان خواهد بود خودمانیش و تحت لفظی این مطلب رو قدیمی ها تحت عنوان یک ضرب المثل برای ما معنا کردند که با خدا باش و پادشاهی کن بی خدا باش و هر چه خواهی کن این هر چه خواهی کن البته به این معنا که دیگه کسی اصلا کاری به کار تو نداره نه اینکه تو اگر بی خدا شدی هر کاری خواستی میکنی عقوبت داره و دیگه تو حالا هر کاری هم بکنی جهنم نتیجه این اعمال تو خواهد بود ولی اونهایی که اطاعت از خدا میکنن به تعبیر خودمون حلال و حرام خدا رو در نظر میگیرن آری و نه خدا رو اطاعت میکنن خدا اونها رو در چشم مردم به نحوی قرار میده که مردم با او به مهربانی رفتار میکنن یک مفهوم روایت دیگر رو هم در کنار این بگذارم فرماد کسی که با خدا باشه و اطاعت او بکنه اولین سمرش اینه که محبت او در دل مردم جایگزین میشه لذا شما میبینید حضرات معصومین به عنوان کسانی که بهترین اطاعت کنندگان فرمان خدا هستند، همه دوستشون دارن دشمن درست دشمنی میکنه با او ولیکن باز او رو دوست داره ته دلش به محبت او اعتراف میکنه ولیکن باز دوباره سوار بر اون مرکب شیطانی میشه به قول قدیمی سوار خر شیطان میشه و دوباره با اهل بیت دشمنی میکنه اون یک امر دوم و موضوع دیگری توضیح دیگری داره ولیکن با خدا باش و پادشاهی کن التماس دعا دارم از همتون فراموشتون نشه ما و تمام رفقایی که در این برنامه دارن برای شما خدمت میکنن و خاصه رأس همه حاجتاتون فرج امام زمان باشه تا یک سلام و نگاه و درودی دوباره حق نگهدارتون باشه یا علی